سلام سلام سلام، این پست ممکنه یکم دردآور باشه. نه چیزی قرار نیست که بهتون چیزی نه سوزن چیزی نه. این پست یکم از اون نظر دردآوره که غمگینه. یه سری نخبه هامون فناوری تکنولوژی که اینور تولید کردن رو به خاطر عدم حمایت بردن اونور. که رفیقا من دارم یه همچین چیزی بل، مثلا همین تصویر خانه و گنزودایی که توی مزرعه بزرگ پرورش ماهی و میگو توی دبیه که از فناوری نانو استفاده میکنه و کاملا ایرانیه. ما مشکلمون تحریما نیست، مشکل ما عدم حمایته. و یعنی همین دستگاه تو ایران کلی به درد میخورد. این سیستم تصفیه و گنزودا رو شما 1% کلور توش نمیبینی، چون ذرات نانو اون چیزی رو که لازمه جذب میکنن. بهش میگن سامانه الکترولیز آب دریا که توی سریال ساخت ایران فصل دومش نشون دادن. اینا تازه بخش از فناوریای ماست آموجون. میگن تو 6 ماه ابتدای سال 99 150 محقق کارآفرین و متخصص ایرانی رفتن خارج و فناوریشون رو ارائه دادن. بعدی هم آبشیرین کن خورشیدی که توسط یه ایرانی به اسم حامد بهشتی ساخته شد و الان توی کشورهای آفریقایی و حوزه خلیج فارس داره ازش استفاده میشه، واسه آفریقایی ها برای شرب و واسه عربا هم پرورش ماهی و اینا. بل یا مثلا ما دکتر صاحبی داریم که سیستم سازه ساختمانی کاملا جدیدی رو ابدا کرده، ضد زلزله کامل. خونه هاشم زیر 24 ساعت ساخته میشه و آماده سکونته. ایشون گفته بود ما چون روی گسر هستیم کمم زلزله نمیاد، که این خونه ها به شدت نیاز جامعه مونه. چیکارش کردیم؟ الان کلا خونه هاشو میاد تو کشوری مختلف میسازه. آموجون دانشمند ایرانی مجید تقوی توی خارج از ایران یه ماهیچه مصنوعی ابدا کرد که به اندازه ماهیچه انسان قدرت داره، میتونه 1000 برابر وزن خودشو بلند کنه. به نظرتون این ماهیچه نمیتونه تو ایران به کار بیاد؟ یا مثلا کاظم چشمی یه دانشجوی موفق دکترای نرم افزار ساخت که با استفاده از اون سرعت محاسباتی کامپیوتر افزایش پیدا میکرد و این واسه علوم دیگه و مخصوصا علوم فضایی و رباتیک به شدت مورد نیازه. روز به شه سواری یه سیمانی تولید کرده بسیار قدرتمندتر از سیمانهای موجود در ایران. ایشون با استفاده از پلیمر و مواد دیگه شکافهای بین ذرات سیمان رو پر کرده و مانع از شکستنشون میشه. به شدت مورد نیاز کشورمونه و به شدت این روش در تولید بقیه مواد مفیده. حسن موسازاده از دیار گلستان در ترکمن صحرا به دنیا اومد. بسیار مشکلات شدید تو مرغ زمینی مالی داشتن که حتی برای ادامه تحصیل ایشون میرفته میوه فروشی کار میکرده. بعد به کجا رسید؟ بسیار ایده های جذاب و خلاقانه به ذهنش میرسه، پیاده میکنه، میره که حمایت بشه، ولی الان اصلا ازش حمایت نمیکنن. 200,000 تومان وچه نقد بهش مسئولین هدیه میدن. و ایشون چیکار میکنه؟ با دانشگاه لهستان وارد ارتباط میشه، میره اونجا تحصیل میکنه، ایده رو ارائه میده، تخت هوشمند برای سالمندان اختراع میکنه که سرآخر با همین اختراع مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات رو میگیره. هزاران هزار اختراع و فناوری و تکنولوژی دیگه که واقعا جاش نیست که یکی بپردازیم بهش. به نظرتون ایراد کار کجاست؟ بنویسیم برامون. خدافظ شما.